بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر فرزانه ولی جبران هستم و ای بار لکچر خود را در مورد کنترل شکر خون مریضان دیابتیک در جریان ولادت و در صفحات نخستین بعد از ولادت آماده کردیم و خدمت دکتران محترم ارائه می کنم. امیدوار هستم مورد توجهشان قرار بگیرد و در زمینه اشتباهاتی که وجود داشته باشد قبلا معذرت می خواهم. کنترل شکر خون خانم ها و تجویز مناسب انسولین در جریان صفحات ولادت و دوره پاست پارتوم. یکی از اهداف کلیدی تداوی در جریان ولادت عبارت از اجتناب از هایپرگلیسیمیای مادری می باشه. زیرا در صورتی که شکر خون مادر بلند باشه، باعث عبور به جریان خون جنینی شده و جنین مقدار زیاد انسولین را تولید می کنه. و زمانی که ای جنین به دنیا میاید، من حیث نوزاد منبع کافی گلوکوز در وجودش در جریان دمویش وجود نداشته، برعکس مقدار زیاد انسولین داشته که ایره آماده می سازه با هایپوگلیسیمیا و همچنان فیتال اسیدیمیا. در دوره پاست پارتوم منیجمنت گلوکوز یا شکر خون مادر کمتر اهمیت داره، اما با آن هم موضوعی که باید در موردش متوجه باشیم عبارت از خطر هایپوگلیسیمیای مادری است، چرا که صفحه فعال ولادت یک مرحله سریع مصرف گلوکوز می باشه و بناهن ضرورت به انسولین کمتر واقع می شه و مادر مناسب به هایپوگلیسیمیا می شه. و دوره که خاموش است، یعنی دوره لیتن فیز ولادت، با تغییرات بسیار جزئی و ناچیز در سویه شکر خون مادر توأم می باشد. زمانی که یک خانم دیابتیک در اتاق ولادت قرار می داشته باشه، ما ممکن است با دو نوع مریضان دیابتیک مواجه شویم. یکی خانم هایی که کنترل خوب دیابتیک در جریان حمل خود داشتند و فعلا سویه شکر خونشان تحت کنترل است، و یک گروپ هستند که شکر خونشان درست کنترل نشده و اینا داخل پروسه ولادت می باشند. در روی اسکرین کامپیوتر جدول که دیده می شه به نام پروتکل یک نامیده می شه و یه توسط American College of Obstetricians and Gynecologists ارائه می شه و بعد از تحقیقات بالای خانم هایی که پری جستیشنال دیابتس داشتن، یعنی شکرشان قبل از حاملگی نزشان وجود داشته، روی تحقیقاتی که بالای این خانم ها صورت گرفته بعدن این استاندارد ها تهیه شده. قسمی که میبینین در بالا سه خانه جدول است. خانه اولی که نشان میده مقدار گلوکوز پلازمای مادری را با میلی گرام پر دیسیلیتر و یا میتونیم با میلی مول پر لیتر نشان بدیم، و کالم دومی یا لاین دومی میتونه که مقدار انسولین را که برای مادر تجویز میشه و با یونت پر هاور سنجیده میشه ارائه میکنه، و ستون سومی مقدار فلوید یا مایات را که بر مریض تجویز میشه ارائه میکنه. بعدن در لاین سوم، در قطار سوم البته به صورت ارزانی اگر ببینیم، وقتی که شروع لیبر میباشه، در اینجا ما نمیتونیم بر مریض انسولین بدیم و انسولین باید بر مریض تجویز نشوه، و میتونیم که نورمال سلین بر مریض مایه وریدی شروع کنیم. زمانی که شکر خون مادر از 70 میلی گرام پر دسیلیتر پایین تر می باشه و یا خانم در صفحه فعال ولادت خود می باشه، باز هم انسولین تجویز نمی شه، اما مایعات داده می تانیم. و زمانی که شکر خون مادر از 100 میلی گرام پر دسیلیتر بالا می ره، در این جاست که می تانیم ریگولر انسولین که و یا شارت اکتنگ انسولین به مقدار 1.25 یونت در یک ساعت بر مریض تجویز کنیم. طوری مایع ساخته میشه که 10 یونت از انسولین در 1000 میلی لیتر دی 5 نورمال سلین علاوه میکنیم و برای 125 میلی لیتر پر هاور بر مریض تجویز میکنیم.
در قسمت قطار سیومی اگر ببینیم، البته در ستون عمودی در آخرین خانه از جدول نوشته شده که دکستروز امرای نرمال سلین، که البته دکستروز 5% امرای نرمال سلین می باشد، به مقدار 100 الی 150 میلی لیتر فی ساعت تا وقتی که کنترل گلایسیمیک به 100 میلی گرام پر دیسی لیتر باشه ما میتونیم تجویز کنیم. در این جدول که به نام پروتکل دوم یاد میشه و این برای خانم های زیادتر مورد استفاده قرار میگیره که تایپ 1 دیابت داشته باشن و باز هم سه ستون مشاهده میکنیم. در ستون اول مقدار گلوکوز پلازمای مادری به میلی گرام پر دیسی لیتر و یا میلی مول پر لیتر محاسبه میشه و در ستون دوم مقدار انسولین که البته به یونت فی ساعت تنظیم میشه، ارائه شده که چقدر آیوی انسولین انفیوژن مریض گرفته میتونه و در ستون سوم مقدار مایعاتی که مریض گرفته میتونه نشان داده شده. در طرف راست زیر گلایسیمی های مادر ما میبینیم که مقدارهای انسولین نظر به شکر خون مادری تنظیم میشه که یونیتس پر هاور سنجیده میشه و شما میتونین مشاهده کنین در صورت کمتر از 70 باشه هیچ انسولین نمیتیم و اگر بین 71 تا 90 باشه میتونیم 0.5 یونیت پر هاور بتیم و به می ترتیب تا به آخر. در صورتی که شکر خون مادری از 130 میلی گرام پر دیسی لیتر کمتر باشه میتونیم که برای مادر دکستروز 5% امرای رنگر لکتات به ریت 125 میلیلیتر فی ساعت تنظیم کنیم و زمانی که شکر خون مادر از 130 میلی گرام پر دیسی لیتر بالا میره لکتات رنگر به ریت 125 میلیلیتر پر هاور تنظیم میشه. جدول سوم که به نام پروتکل 3 یاد میشه و ای به خاطر خانمای تنظیم شده که اونا جستیشنال دیابتس دارن و ای پروتکل برای خانمهایی که دیابت تایپ 1 دارن استفاده نمیشه. در این جدول باز هم سه ستون است. ستون اول نشان دهنده شکر خون مادر، ستون دوم مقدار انسولین انفیوژن که البته میتونیم یونیتس پر ساعت او را تنظیم کنیم و جدول سوم مقدار مایعاتی که وریدی بر مریض تجویز میشه تنظیم شده. در صورتی که شکر خون مادری از 100 میلی گرام پر دیسی لیتر کمتر باشه و یا مساوی به این اندازه باشه انسولین داده نمیشه، برعکس دکستروز 5% امرای نرمال سلین برای 125 میلی لیتر پر هاور داده میشه تا زمانی که شکر خون مادر به 100 میلی گرام پر دیسی لیتر برسه. و در صورتی که شکر خون مادر بین 101 الی 140 میلی گرام پر دیسی لیتر باشه باز هم انسولین داده نمیشه و در این صورت تنها رنگر لکتیت بر مریض داده میشه برای 125 میلی لیتر پر ساعت تا زمانی که مقدار شکر خون به 100 میلی گرام پر دیسی لیتر برسه و زمانی که شکر خون مادر از 140 میلی گرام پر دیسی لیتر بالاتر باشه میتونیم که ریگولر یا شارت اکتینگ انسولین به شکل انفیوژن قسمی که قبلا ارائه شد برای مریض وریدی تجویز کنیم تا زمانی که شکر خون مادر به 100 میلی گرام پر دیسی لیتر برسه و همچنان میتونیم در عین زمان برای مریض رنگر لکتات به ریت 125 میلی لیتر فی ساعت تجویز کنیم که شکر خون مادر با حدود 100 میلی گرام پر دیسی لیتر باید حفظ کنیم. هدف ما به خاطر کنترل شکر خون مادر در جریان ولادت عبارت از است که شکر خون مادر را بین 70 الی 110 میلی گرام پر دیسی لیتر حفظ کنیم و در صورتی که شکر خون مادر از 180 میلی گرام پر دیسی لیتر بالاتر برود که این میتواند توأم با هایپوگلایسیمیای جنینی و یا نوزاد باشه و از این موضوع باید اجتناب صورت بگیره. گلوکوز مادری باید به صورت استاندارد در جریان صفحه خاموش ولادت به نام لیتنت فیز هم یاد میشه هر 2 الی 4 ساعت بعد چک شوه و در جریان اکتیو فیز یا صفحه فعال ولادت هر 1 الی 2 ساعت بعد باید چک شوه و همچنان در صورتی که مادر انفیوژن انسولین میگیره باید هر 1 ساعت بعد شکر خونش چک شوه
و همچنان خانم های که اونا جستیشنل دیابت دارن، یعنی دیابتشان صرف در جریان حاملگی تأسس نموده و شکر خونشان ذریعه اکسرسایز و رژیم غذایی تحت کنترل بوده، میتونن که یک سویه گلوکوز خون در جریان بستر شد خود، البته در مرحله ابتدایی بستر شد، چک کنن که او از کپلیر بلد میباشه و بعدن میتونن که هر 4 الی 6 ساعت بعد شکر خونشان چک شود. در صورتی که مادر شدیداً هایپوگلایسیمیک می باشه، کمتر از 5 میلی گرم پر دیسی لیتر، و یا شدیداً هایپرگلایسیمیک می باشه که بالاتر از 180 میلی گرم پر دیسی لیتر می باشه، باید به صورت عاجل منیجمنت نزد مریضان صورت بگیره. در جریان صفحه فعال ولادت به نسبت مصرف زیاد انرژی توسط مادر باعث میشه که ذخایر گلایکوژن کبدی به مصرف برسه و مادر به ذخایر کالوریک نیازمند میشه. بعضی از پروتکل ها تجویز میکنه که در شروع ولادت یک نورمال سلین آیزوتونیک بر مریض شروع شوه از طریق وریدی، الا زمانی که گلوکوز مادر پایین تر از رنجی که تارگت ماست، یعنی از 70 میلی گرم پر دیسی لیتر پایین تر میفته، و بعدن میتونه که بر مریض انفیوژن گلوکوز نیز شروع شوه. و دیگه پروتکل ها توصیه میکنن که در این زمان میتونیم که هم انفیوژن گلوکوز 5%، البته دکستروز 5%، با یک ریت 100 الی 125 میلی گرم پر هاور، و در این زمان انسولین انفیوژن با ریت 0.5 تا 1 یونت پر هاور در این زمان تجویز کنند. هر دو استراتژی موثر بوده و اختلالات کم با خود دارا می باشه. توصیه گلوکوز به مقدار کافی در جریان خون مادری باعث فعالیت مایومتریم مناسب میشه و از طولانی شدن صفحات ولادت جلوگیری میکنه. انسولین به صورت وریدی به شکل انفیوژن به صورت تدریجی توصیه میشه تا که سویه گلایسیمیک خون به درجه برسه که ما میخواییم. قسم ای انفیوژن تهیه میشه که 10 یونت از انسولین که از نوع ریگولر و یا شارت اکتنگ میباشه با 1 لیتر از دکستروز 5% امرای نرمال سلین علاوه میشه و یک ریت 125 میلیلیتر پر هاور یا فی ساعت بر مریض عیار میشه. و اکثریت خانم ها با این رژیم میتونن که یک گلایسیمی کنترل خوب داشته باشن و انرژی کافی در جریان ولادت داشته باشن. خانم هایی که دیابت حاملگی دارن، اونا اکثرا اگر شکر خونشان در جریان حاملگی تحت کنترل باشه امرا با رژیم غذایی و اکسرسایز، کمتر ضرورت به انسولین پیدا می کنند. در صورتی که مریض عملی سزارین پیش روی داشته باشه، چی نوع شکر خون مادر توسط انسولین و یا ادویه ضد دیابتیک فمی کنترل میشه. اول پروسیجر باید طور اسکیجول شوه که صبح وقت عملیه انجام شوه. دوز معمول انترمیدیت اکتنگ انسولین و یا انتی دیابتیک اجنت دیگه که مریض میگیره و یا هم مریضی که انسولین پمپ میگیره میتونه الا زمان بستر شد بر مریض ادامه بیافه. اگر مریض تحت تداوی توسط لانگ اکتنگ انسولین است، در شب باید دوزی که لازم است تنقیس داده شوه. و همچنان دوز صبحانه انسولین یا دواهای ضد دیابتیک فمی باید تجویز نشوه و مریض از طریق دهن هیچ چیز باید نگیره. و در صورت که جراحی به تأخیر مفته الا چاشت، از انسولینی که مریض به شکل انترمیدیت میگیره 1/3 میتونه بگیره امرو با دکستروز 5% تا از کیتوز جلوگیری شوه. و سویه گلوکوز باید مانیتور شوه تا که نظر به او مقدار انسولین تجویز شوه و تنظیم شوه. و همچنان شارت اکتنگ انسولین میتونه در ای جریان بر مریض توصیه شوه که نظر به ضرورت بر مریض تجویز میشه. در جریان
انجام عملیه سزارین، در صورتی که پروسیجر طولانی میشه و یا اختلاطی میشه، باید شکر خون مشاهده شوه و مطالعه شوه. و در صورتی که خانم شکرش بالا میره، باید از این اجتناب صورت بگیره، چرا که سویه بلند شکر در جریان جراحی میتونه با هیلنگ یا التیام زخم ارتباط داشته باشه و میتونه در صورتی که شکر خون مادر بلند باشه، انتان جرحه بیشتر وقوعاتش به مشاهده میرسه و همچنان بلند رفتن شکر خون مادر در جریان عملی جراحی باعث اختلالات میتابولیک میشه و در ضمن میتونه باعث هایپوگلایسیمیای جنینی شوه. در جریان بعد از عملی سزارین، برای بار اول شکر خون باید چک شوه و بعدا هر دو ساعت بعد تا زمانی که شکر خون به یک سویه ثابت خود باقی بانه که بین 70 الی 150 میلی گرم پر دسیلیتر می باشه. و همچنان میتونیم در جریان صفحه بعد از عملیات دکستروز 5% برای مریض توصیه کنیم تا از کیتوزیس اجتناب صورت بگیرد. پیش از اجرای سزارین سکشن، خوب است که مادر توسط نورمال سلین به قدر کافی هایدریتد شوه و مایعات بگیره. در صورتی که مایعات کافی برای مادر تجویز نشوه، امکان داره که در جریان عملی سزارین ضرورت به تجویز دوزای بلند گلوکوز شوه که باعث کاهش پی اچ حبل سوروی و در عین زمان باعث هایپوگلایسیمیای نوزاد میشه. در صورتی که ضرورت به اندکشن لیبر واقع شوه، این اندکشن باید از صبح وقت پلان شوه و دوز معمول شبانه انترمیدیت اکتنگ انسولین و یا دواهای ضد دیابتیک فمی و یا هم انسولین پمپ الا زمان بستر شده مریض به شفاخانه ادامه بیافه. و در صورتی که لانگ اکتنگ انسولین مریض استفاده میکنه، در شب قبل دوزش باید تنقیس داده شود. در جریان اندکشن لیبر، در صورتی که در شفاخانه پروتکل طور باشه که مریض از طریق فمی چیز را نگیره، در اون صورت میتونیم که یک دکستروز وریدی 5% الی 10% برای مریض توصیه کنیم. البته این زمان برای مریض تجویز میشه که سویه گلوکوز خونش از 60 تا 100 میلی گرم پر دسیلیتر پایین تر باشه. و بعضی از پروتکل ها میگن که گلوکوز انفیوژن امرو با انسولین انفیوژن میتونه که در عین زمان بر مریض تجویز شوه. نظر به ای که شفخانه کدام پروتکل بالای مریضان تطبیق میکنه، اگر شفخانه که شما کار میکنین در او شفخانه در جریان صفحه خاموش ولادت مایات فمی اجازه داشته باشه بر مریض، در صفحه که آن قرهم آماده ولادت میشه و صفحه لیتنسی یا خاموش ولادت نامیده میشه، در صورت که پیش بینی شوه که از 8 الی 12 ساعت ای زیادتر میتونه طول بکشه و خطر امرجنسی عاجل و یا ولادت نباشه، ای خانم ها برشان کالوریشان در حدود 1200 تا 1400 کیلو کالوری تجویز شده و همچنان انسولین کوتاه مدت قبل از غذا برشان طور تنظیم میشه که مطابق با گلوکوز خون شریانچه ها و همچنان نظر به مقدار کربوهیدرات است که اینا میگیرن. و گرفتن دکستروز 5% امرای نورمال سلین به صورت وریدی، در صورتی که از طریق فمی به قدر کافی مایعات بگیرن قدر ضرورت نمی باشه و همچنان سویه گلوکوز خونشان قبل از غذا و بعد از غذا چک میشه و کوشش میشه که به مو روالی که در جریان دوره حاملگی بودند، یعنی در جریان روز و شب، مقدار انسولینشان تحت مقدار گلوکوزشان تحت کنترل باشه و تا زمانی که خانم شامل صفحه فعال ولادت میشه. بعد از ولادت، بعد از اینکه پلاسنتا خارج میشه، مقاومتی که آخذه ها در برابر انسولین دارن و این خصوصیت ویژه دوران حاملگی می باشه، به صورت سریع این خصوصیت از بین میره و خانمی که دیابت یا شکر قبل از حاملگی را داره، باید گلوکوزش به صورت دقیق
تحت مشاهده قرار بگیره به خاطر که ضرورت انسولین به صورت بسیار سریع پایین میفته. در مرحله بعد از سزارین سکشن ممکن است هنوزم ضرورت به انسولین وجود داشته باشه، با وجود که خانم مقدار کم کالوری را استفاده کنه به خاطر اجتناب از هایپوگلایسیمیایی که ناشی از زیاد استفاده شدن انسولین باشه، باید از شارت اکتینگ انسولین با استفاده از سلایدینگ اسکیل استفاده صورت بگیره. در این جدول که به مشاهده میرسه یک جدول است که سلایدینگ اسکیل مریضان نشان میده که در مریضان مرحله پاست پارتوم چه قسم نظر به سویه گلوکوز خون مقدار انسولین تجویز میشه. در صورتی که در مرحله پاست پارتوم خانم شکل دیابت تایپ 1 داشته باشه و ولادتش مهبلی باشه و بتانه که از طریق فمی غذای لازمه خود بگیره، مقدار انسولین لانگ اکتنگ یا طویل المدتش از قبیل گلرجین و همچنان انسولینی که NPH است، یعنی تاثیر بین البین داره یا انترمیدیت اکتنگ می باشه، دوزای ای ادویه را می تانه به 1/3 و یا 1/2 تنقیص بده و انسولین شارت اکتنگ یا انسولین ریگولر به دوزهای قبل از غذا هم میتونه به مقدار 1/3 و یا هم به مقدار نصف تقلیل داده شود. خانم هایی که اینا نوع تایپ 2 دیابتس دارن در مرحله پاست پارتوم خود ممکن است که برای 24 الی 48 ساعت ضرورت به کدام دوای نداشته باشند. اگر اینا ضرورت به انسولین پیدا میکنن، در این صورت باید انسولینشان به مقدار 0.6 یونت فی کیلوگرم وزن بدنشان در مرحله پاست پارتوم سنجیده شود و یا هم میتونه به جای انسولین از اجنت های فمی ضد دیابت مانند متفورمین و یا گلایبورید استفاده کنن که را میتونن بعد از 24 الی 48 ساعت دوره پاست پارتوم شروع کنن و یا یکی قبل از اینکه از شفاخانه رخصت میشن برشان شروع شود و این اجنت ها میتونه که به صورت سیف و مطمئن بر مریض تجویز شود در جریان شیردهی. و خانم هایی که اونا تایپ 2 دیابت دارن از نظر چک گلایسیمی خونشان فقط میتونن که سویه گلوکوز خون شریان چهاره در جریان که فستنگ هستن چک کنن که البته به می شکل میتونن در چند هفته بعد از ولادت ادامه بتن. متفورمین هم یک دوای بسیار خوب است که در نوع تایپ 2 دیابت بر مریضان تجویز شده میتونه و باعث هایپوگلایسیمیا نمیشه. خانم هایی که جستیشنال دیابتس دارن و سویه فستنگ وین از گلوکوزشان کمتر از 126 میلی گرم پر دیسی لیتر ریکارد میشه، باید مشوره های آتی برشان داده شود. اول ای که کوشش کنن به رژیم غذایی مناسب و اکسرسایز و تمرین به خاطر داشتن یک وزن مناسب ادامه بدن و همچنان باید در مرحله 6 هفته بعد از ولادت خود یک تست گلوکوز تولرانس تست همراه 75 گرم گلوکوز اورال که هر یک ساعت بعد برای 2 ساعت چک میشه برای مریض سویه شکرش، باید برشان ای تست تجویز شوه تا حالت گلایسیمیک خونشان معلوم شوه و همچنان چک گلوکوز خون کپیلری توسط خودشان استتباب نداره و اینا میتونن که وقتی که از شفاخانه رخصت میشن سلف مانیتورینگ نکنن. خانم هایی که جستیشنل و پری جستیشنل دیابتس دارن اینا به صورت قوی تشویق به تغذیه طفلشان توسط شیر مادر به خاطر منافع طفل و مادر تشویق میشن و خانم اگر شیردهی داره باید 500 کیلو کالری فی روز اضافی بگیره که 100 گرم کربوهیدرات و 20 گرم پروتئین باید داشته باشه رژیم غذاییشان و همچنان در جریان شیردهی به خصوص در خانم هایی که تایپ 1 دیابتس دارن اینا ممکن است که سویه گلوکوز خونشان به خاطر ضروریات
میتابولیک بلند دفعتاً سقوط کنه. بنابراین باید خودشان گلوکوز خون خود چک بکنن که البته در مراحل مقدم بعد از ولادت در صورتی که امی حالت احساس میکنن خودشان باید چک کنن. و همچنان در موردی که دواهای انتی گلایسیمیک چی نوع تاثیر بالای نوزاد داره و سویه زود در شیر به چی اندازه میباشد، در این مورد معلومات کافی وجود نداره. مریض ولادی وقتی که رخصت میشه باید ای برش تفهیم شوه که مقدار گلایکیتت هیموگلوبینش کمتر از 7% حفظ شوه در جریان زندگیش و همچنان گلوکوز قبل از غذایش یعنی پری میل گلوکوزش کمتر از 120 میلی گرم پر دسیلیتر باشه و همچنان در صورت که گلوکوزش 2 ساعت بعد از غذا چک میشه باید کمتر از 170 میلی گرم پر دسیلیتر باشه. از توجه دکتران محترم یک عالم سپاس.